سرخط خبرها. تأکید شمار از فعالان جامعه مدنی بر روشن شدن نتایج نهایی انتخابات بلوسی جرگه. کشته و زخمی شدن بیش از 31 تن از مخالفان مسلح دولت در جریان یک هفته گذشته در ولایت قندوز. هشدار اتحادیه فابریکه های ذوب آهن به حکومت. این اتحادیه میگوید اگر حکومت از صنعت ذوب آهن حمایت نکند، تمامی فابریکه های ذوب آهن مسدود خواهد شد. و کشته شدن بیش از 150 تن در اثر سقوط طیاره در اتیوپیا. با تقدیم سلام و وقتتون بخیر، با بسته خبر این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز یک شنبه 19 اوت سال 1397 خوشریست که برابر می شود با 10 ماه مارچ سال 2019 میلاد. مشروع خبرها. نهادهای جامعه مدنی از مداخله برخی مقامهای حکومتی و نامزدان در امور انتخابات ابراز نگرانی می‌کند. شمار از اعضای نهادهای مدنی در نشست خبری از حکومت خواستند که در امور کاری کمیسیون‌های انتخابات مداخله نکرده و همچنان جلوه مداخله سایر افراد را بگیرد. از سوی هم آنان از طولانی شدن انتخابات پارلمانی انتقاد کرده می گویند که افغانستان طولانی ترین انتخابات پارلمانی در جهان را تجربه می کند. آنان خوان اعلام نتایج نهایی انتخابات ولوسی جرگه تمامی ولایات کشور شدند. افغانستان یکی از طولانی ترین انتخابات پارلمانی دنیا را تجربه می کند. در حالی که انتخابات پارلمانی 5 ماه قبل برگزار شده بود، اما هنوز کمیسیون های انتخاباتی موفق به اعلان نتایج آرای تمامی ولایات نشده اند. شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات در یک نشست خبری از طولانی شدن انتخابات پارلمانی و تفکیک نشدن آرای پاک از ناپاک به شدت ابراز نگرانی کرده و خواهان اعلام نتایج انتخابات تمامی ولایات از سوی کمیسیون های انتخاباتی شدند. مدیریت غیر سالم پروسه بازشماری آرا و رسیدگی به شکایت انتخاباتی و اساس ناتوانی های کمیسیون های انتخاباتی سبب ضعف رسیدگی به شکایت های انتخاباتی و تأخیر نتایج انتخابات مجلس نمایندگان 1397 در کشور گردیده است. به اساس اظهارات بعضی مسئولین کمیسیون های انتخاباتی در ولایات، این کمیسیون ها بنابر مداخله مقامات حکومتی و تیم های نامزدان انتخاباتی در امور کاریشان استقلالیت کامل در اجراعاتشان را ندارد. تاکنیز اصلاحات په دې معنا دی چې د هیواد په انتخاباتي بهیر کې خوالی راشي. بدبختانه تر دې دمه په هیواد کې ټاکنو سره سیاسي چلند شوی دی. د ملي یووالي حکومت لخوا تاکنیز اصلاحات ګټور نه وو، چې په پایله کې موږ ولیدل چې د ولسي جرګې ټاکنې له بحران سره مخامخ شوې. د همدې لپاره موږ ټینګار کوو چې انتخاباتي اصلاحاتو سره باید سیاسي لوبې ونه شي. د آزادو عادلانه شفاف ټاکنو د ترسره کیدو لپاره باید ټاکنیز اصلاحات عملی شي. مسئولان دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان از کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی میخواهند که برای برگزاری انتخابات به گونه شفاف دیدگاه ها و طرحهای تمامی اقشار جامعه را جمع آوری و یک طرح جامعه را ترتیب کنند. آنان همچنان افزودند که تأخیر بیش از حد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به کمیسیون های انتخاباتی و حکومت خواهد شد. به نظر من خیلی عاقلانه خود بود که کمیسیون ها تصمیم بگیرند و طرحهای منطقی خود ارائه بکنند و تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشد، خارج از ثوابدیدها و لزومدیدهای دولتی و سیاسی باشد. خیلی امیدوار هستم که این دو کمیسیون بتانه زمینه ساز بهتر برای یک انتخابات که قابل اعتماد و اطمینان برای مردم افغانستان باشه شود. مسئله از این که دو کمیسیون بتانند مسئله را حل کنند، البته در چوکات قانون
اینا میتونن همکار باشن، ولی همکاری به این معنا نیست که اینا شفافیت و یا اون مقررات انتخابات نقض کنن. کمیسیون شکایت انتخاباتی مسئولیت داره که اجرات کمیسیون انتخابات بررسی کنه، به شکایت رسیدگی کنه، تقریبا یک نوع نظارت داره. اگر بعضی دید اینا بتونن همکاری کنن، تا اندازه شفافیت تامین میشه. انتخابات پارلمانی که به تاریخ 28 میزان برگزار شد با انتقادها و سر و صداهای زیادی روبرو شد که سرانجام حکومت با تغییر قانون انتخابات زمینه برکناری تمام کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را فراهم کرد. بیش از 130 جنگجوی طالب در جریان یک هفته گذشته در ولایت قندوز کشته و زخمی شدند. رئیس ارکان فرقه 20 سپاهی میگوید که در نتیجه یک سلسله عملیات‌های مشترک هوایی و زمینی بر ضد مخالفین مسلح دولت در ولسوالی‌های امام صاحب دشت ارچی قلعه زال و مرکز ولایت قندوز 98 مخالف مسلح دولت کشته و 39 تن دیگر زخم برداشتن. او همچنان افزود که یک تن از اعضای کلیدی طالبان به نام مولا منصور با 3 میل اسلحه به نیروهای امنیتی تسلیم و 4 فرد مظنون نیز از ساحه تولکم مرکز ولایت قندوز در جریان یک عملیات شبانه توسط قطعات خاص اردوی ملی بازداشت شدند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که مخالفان مسلح دولت چندین حمله تهاجمی را در هفته گذشته بالای پست‌هایی که نیروهای امنیتی در ولایت قندوز انجام دادند که با مقاومت نیروهای امنیتی و دفاعی روبرو شده و با تحمل تلفات و خسارات سنگین حملاتشان به عقب زده شده است. عملیاتی که توسط نیروهای مشترک امنیتی در ولایت قندوز در ولسوالی امام صاحب دشت ارچی قلعه زال و اطراف قندوز اجرا گردیده، از سر ضربات هوایی و توپچی و زمینی به تعداد 98 نفر دشمن کشته، 39 نفر دشمن زخمی و تعداد زیاد مواضع مستحکم دشمن تخریب گردیده و همچنان 4 نفر دشمن اسیر نیروهای امنیتی گردیده و 1 نفر دشمن با 3 میل سلاح دستاشده خود به نیروهای امنیتی تسلیم شده و عملیات مال نابودی دشمنان مردم افغانستان در زون شمال شرق ادامه دارد. روزنامه آمریکایی دهل میگوید که واشنگتن با متحدان خود روی کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان مشوره میکند. به نوشته این روزنامه، در صورت عملی شدن این برنامه آمریکا حدود نیم از نیروهایش را در مدت 3 سال از این کشور خارج خواهد کرد. روزنامه دهل افزوده است که این برنامه مشابه به برنامه باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا است که 5 سال پیش اعلام کرده بود. بنوشته دهل، بانک دونالد ترامپ پس از به قدرت رسیدنش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را افزایش داده و به 14,000 تن رسند، اما اکنون روی پلان کاهش این نیروها و در نهایت در سال 2022 به خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان غور می کند. رئیس جمهور غنی میگوید مشکل بنیادی زنان فقر است و تا زمانی که این پدیده از بین نرود زنان افغان از حقوق اساسیشان محروم خواهد ماند. به گفته رئیس جمهور غنی، اکثر قاطع زنان در فقر به سر میبرند و تمامی خشونت‌ها علیهشان نیز ناشی از فقر اقتصادی میباشد. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی با اشاره بر مشکلات زنان میگوید که جامعه بدون نقش فعال زنان تداوم نخواهد یافت. از سوی هم آقای عبدالله میگوید که برخی از کمک‌های بین‌المللی در راستای کاهش مشکلات زنان به گونه درست مورد استفاده قرار نگرفته است. از 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان طی مراسم با حضور رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، وزیر امور زنان و شماری از باشندگان کشور در ارگ ریاست جمهوری تجلیل شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور در نشست فقر را مشکل بنیادی زنان افغان یاد می کند.
وی می گوید که اکثریت قاطع زنان افغان در فقر به سر می برند و تمامی خشونت ها علیهشان نیز ناشی از فقر می باشد. وی همچنان می افزاید که کاهش فقر باید به یکی از اهداف ملی مبدل گردد و تا این پدیده از بین نرود، زنان افغان از حقوق اساسیشان محروم خواهند ماند. مشکل بنیادی زن افغان فقر است. اکثریت قاطع زن افغان در فقر زندگی می کنند. و تا فقر زن افغان مورد توجه کلیدی ما قرار نگیره و تا کاهش فقر و امهای فقر یک هدف کلیدی ملی ما قرار نگیره، زن افغان محروم خواهد. از سوی هم رئیس جمهور غنی از پیشرفت‌های زنان افغان یادآوری کرده می‌گوید که اکنون سطح‌های فکری در برابر زنان از بین رفته و زنها از دادخواهی به مشارکت سیاسی رسیدند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی با اشاره بر مشکلات زنان می‌گوید که جامعه بدون نقش فعال زنان تداوم نخواهد یافت. آقای عبدالله همچنان می افزاید که برخی از کمک های بین المللی در راستای کاهش مشکلات زنان به گونه درست مورد استفاده قرار نگرفته، اما با آن هم ذهنیت زنان افغان تغییر کرده و تمامی آنها خواستار صلح، تعلیم و تربیه و رفاه اجتماعی هستند. با گفته او 40 سال جنگ بیشترین قربانی را از زنان گرفته و ادامه آن نیز بیشترین رنج را به این قشر جامعه می دهد. که از همکاری ها خوب استفاده نشده و ضایع شده. بدون شک بعضن پروژه های بسیار کوتاه مدت که همو یک وقت معین را در بر می گرفته، این شامل کار ما بوده که تأثیر چندانی نداشته. از سوی هم وزیر امور زنان با اشاره بر پیشرفت های زنان در بخش های اجتماعی، سیاسی، رهبری، تجارت و اقتصاد میگوید که هنوز هم برخی از مشکلات زنان حل نشده باقی مانده است. با گفته او مشارکت کمرنگ زنان در سطوح تصمیم گیری ادارات محلی، کمبود کارمندان مسلکی زنان از جمله پلیس، معلم و دکتر در مناطق ناامن از مشکلاتی اند که هنوز هم گریبانگیر زنان افغان است. البته با وجود موفقیت ها چالش ها هم داریم، مشکلات ها هم داریم. مشارکت کمرنگ زنان در سطوح تصمیم گیری ادارات محلی، کمبود کارمندان مسلکی زنان اهم از پلیس، معلم، دکتر در مناطق دور و ناامن کشور. از روز زن در ادارات مختلف کشور در حال تجلیل می گردد که زنان افغان هنوز هم از انواع مختلف خشونت ها شاکی بوده و می گویند که باید در چنین محافل وعده های خالی صورت نگیرد، بلکه گام های عملی به خاطر بهبود وضعیت زنان برداشته شود. ریاست عمومی امنیت ملی از عمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری کرده است. بر اساس خبرنامه منتشر شده از سوی ریاست عمومی امنیت ملی، نیروهای قطعات خاص این ریاست در یک عملیات خاص یک فرد انتحاری و انتقال دهنده آن را بالفعل با یک سواسکت انتحاری، یک میل تفنگچه و 2 قبضه‌بم دستی از مربوطات ولسوالی سروبی ولایت کابل بازداشت کرده است. در خبرنامه آمده است که فرد انتحاری و انتقال دهنده و رهنمای وی که توسط بغدادی یک تن از اعضای گروه طالبان و آن گروه جذب و آماده حمله انتحاری برای یک همایش بزرگ مردمی و نیروهای امنیتی در ولسوالی سروبی ولایت کابل گردیده بودند، قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای عملیاتی ریاست امنیت ملی شناسایی و بازداشت گردیدند. میزان بارندگی در زمستان امسال نسبت به چند سال گذشته 60% افزایش داشته. از رئیس هواشناسی با بیان این مطلب میگوید که بارندگی در ماهای جنوری و فوریه نسبت به سال گذشته 50% تا 60% افزایش یافته و خوشبینی ها را نسبت به رفع خشکسالی بیشتر کرده است. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی، فردا دوشنبه نیز ولایت
مرکزی و جنوبی کشور شاهد 20 الی 40 میلی متر بارندگی خواهد بود. اداره هواشناسی با نشر خبرنامه از وقوع سیلاب در ولایت پکتیکا، زابل، اروزگان، غزنی و خوست نیز هشدار داده است. این در حالی است که بارندگی های اخیر و جاری شدن سیلاب ها در ولایت جنوبی و غربی کشور تلفات جانی و خسارات مالی هم در پی داشته است. اتحادیه فابریکه‌های ذوب آهن هشدار می‌دهد که اگر حکومت از صنعت ذوب آهن حمایت نکند، تمامی فابریکه‌های ذوب آهن مسدود خواهد شد. رهبری اتحادیه فابریکه‌های ذوب آهن از حکومت می‌خواهد که جهت حمایت از فابریکه‌های ذوب آهن، تعرفه واردات آهن را افزایش دهد و همچنان از واردات غیرقانونی آهن‌آلات جلوگیری کند. هشدار می‌دهند که اگر فابریکه‌های ذوب آهن مسدود شود، بیش از 10,000 تن در کشور بیکار خواهند شد. اتحادیه فابریکه‌های ذوب آهن در یک نشست خبری مشکلاتشان را با رسانه‌ها شریک کرد. رئیس این اتحادیه در نشست خبری گفت که فابریکه‌های ذوب آهن در کشور نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته و در حال حاضر 38 فابریکه در کشور فعال است. او هشدار می‌دهد که اگر حکومت در سکتور ذوب آهن سرمایه‌گذاری و توجه جدی نکند، 450 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در این بخش از بین خواهد رفت. بدون کدام مشکل آینالات داغمه هنوزم قاچاق میشه به کشورهای همسایه، بلخص به کشور پاکستان و از مرزهای اسپین بولدک از قندهار و مرز غلامخان در خوست، که هنوز هم این مشکلات وجود داره و سنگ اندازی های علاقات خاص یا بگیم علاقات مافیایی در داخل و بیرون از حکومت به انواع گوناگون و انواع تلاش ها برای نابود ساختن این صنعت ملی جریان دارد، که اگر جرای این مشکلات گرفته نشود، سرمایه گذاری 450 میلیون دلاری این صنعت ملی نابود خواهد. معاون این اتحادیه همچنان از بحر بیتوجهی دولت در گمرکات سخت انتقاد کرده، میگوید که گمرکات در کشور فاسد شده است. وی همچنان میگوید که تمامی واردات آهن در گرو چند فرد زورمند در گمرکات میباشد. تمام دنیا میگه، رئیس جمهور میگه، به ما و شما معلوم است که ما و شما 8 میلیارد دلار واردات داریم. تمام قیمت واردات 8 میلیارد دلار شما در گرو 4 نفر مامور فاسد در گمرکات است. امی 4 نفر مامور اگه بخوایم 8 میلیارد دلار را تا میکنه، بالا میکنه، هیچ نه و یک شیوه، یک سیستم، یک کسی که بتونه از اینا نظارت کنه نیست در گمرکات. ما به این شیوه که 4 نفر اونجا شیشته باشد، 10 سال، 15 سال نه تبدیل شوند، نه تغییر شوند، نه مکافات شوند، نه مجازات شوند، اونجا شیشته باشن و تمام قیمت واردات افغانستان به دست و گروی از اونا باشه، ما به این شکل دیگر رئیس صاحب کار کردن نمیتونیم. رئیس جمهور افغانستان این اتحادیه میگوید که در بخش صنعت ذوب آهن در چند سال گذشته سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته و اگر توجه و حمایت نشود، ممکن این سرمایه گذاری از بین برود. این اتحادیه برای حل مشکلاتشان خواهان دیدار با رئیس جمهور غنی شدند. امتحان ورودی انستیتوت افغان کوریا امروز در مرکز انستیتوت برگزار شد. مسئولان افغان کوریا میگویند که در این امتحان در حدود 1900 متقاضی دختر و پسر اشراک کرده بودند که از میان آنها 530 تن در 7 دیپارتمنت جذب خواهد شد. به گفته مسئولان انستیتوت افغان کوریا، این مرکز جوانان را مطابق نیاز بازار جذب کرده و مهارت های مسلکی را به آنان آموزش می دهد. در ادامه رویدادهای داخلی آلا هم گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 50 پول،
یک را 84 افغانی و 70 پول، یک درهم مراد 20 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایران 6 افغانی، 1000 روپای هندی 1060 افغانی و 1000 روپای پاکستانی 540 افغانی. در خارج از کشور، در اثر سقوط یک فروند طیاره بوینگ 737 در اتیوپیا 157 سرنشین این طیاره کشته شدند. بر اساس گزارش ها این طیاره متعلق به خطوط هوایی اتیوپی و پس از پرواز از ادی آباب پایتخت اتیوپی به سمت ناروی پایتخت کنیا سقوط کرده است. این طیاره حامل 149 مسافر و 8 عامل پرواز بوده است. این پرواز حامل شهروندان 38 کشور است. هنوز علت وقوع این حادثه معلوم نیست و به گفته سخنگوی خطوط هوایی اتیوپی سانحه در ساعت 8 به وقت محلی اندک پس از پرواز از پایتخت اتیوپی به وقوع پیوسته است. اعتراض ها در بلگراد پایتخت سربیا در برابر الکساندر وویچ رئیس جمهور این کشور وارد 14 روز شده است. هزاران تن به جاده ها برآمدند و علیه رئیس جمهور وویچ شعار سر دادند. آنها می گفتند که رئیس جمهور باید کنترل بر رسانه ها را متوقف کند و راه را برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بگشاید. ائتلاف تغییر گروه مخالف حکومت که مشمول نزدیک به 20 حزب سیاسی را شامل می شود از اعتراض های روان حمایت می کند، اما معترضان حمایتشان را از هیچ جنای سیاسی اعلام نکردند. شهروندان کوریای شمالی امروز در انتخابات پارلمانی آن کشور رای می‌دهند. بر اساس پیش‌بینی‌ها حزب کارگر کوریای شمالی 100% آرای انتخابات را کسب خواهد کرد، زیرا یگانه گزینه برای مردم همین حزب باشد. به این ترتیب حزب سوسیال تحت رهبری کیم جونگ هون برای یک دوره 5 ساله دیگر در قدرت باقی خواهد ماند. در ورقه رایدهی امروز تنها نام یک نامزد در هر نقطه از کوریای شمالی دیده می شود. هر شهروند کوریای شمالی که بیش از 17 سال عمر دارد می تواند در انتخابات پارلمانی این کشور اشراک کند. پلیس میانمار روز یک شنبه اعلام کرده که در پی بالا گرفتن دور تازه تنش‌های مذهبی و قومی در این کشور در جریان حمله گروه اشرف نظامیان 9 پلیس در راهیان کشته شدند. درگیری‌های مذهبی در سال 2007 میلادی در این کشور آسیایی موجب شد تا 740 هزار تن از مسلمانان روهینگیا و بنگلادش فرار کند. گروه از ژنرال‌ها و مقام‌های آلرتبه میانمار از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد به نسل کشی متهم شدند. اما حالا ارتش این کشور میگوید که در حال نبرد با شبه نظامیان است که در راهیان جمعیت بودایی ها را نمایندگی می کند. این گروه خود بیشتر متهم شده بود که در سرکوب و کشتار مسلمانان روهینگیا از ارتش میانمار حمایت کرده است. این گروه شبه نظامی آراکان نام دارد.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از ارتش این کشور تشکر کرد که از او حمایت کرده و با گفته او کودتای بر رهبری آمریکا و مخالفان را شکست داده است. آقای مادورو که در جمع هوادارانش سخنرانی می‌کرد گفت که حملات سایبری که با گفته او از سوی آمریکا سازماندهی می‌شود مانع بازگشتن برق به شبکه‌ها شده است. ونزوئلا از روز جمعه با بی‌برقی سراسری روبرو سو همزمان ده ها هزار تن از موافقان و مخالفان دولت در کاراکاس تجمع های جداگانه برگزار کردند. روز شنبه هزاران مخالف دولت در حالی که خوان گوایدو هم در میان آنها بود و خیابان های کاراکاس آمدند. صدها پلیس ضد شورش هم مقابل تجمع کنندگان صف آرایی کردند و در حالی که معترضان آنها را قاتل صدا می زدند با استفاده از اسپری مانعی جلو آمدن صف معترضان شدند. به اندهای ارجمند رسیم و لحظات پایانی این بسته خبری. سپاسگزارم از اینکه در این بسته خبری با نگاه بودید. وقتی شبتان خوب. خدا نگهدار.